پای خر نازنین هم وسط کشیده شده. ما اگر میبینیم برژیت باردو در سن و سالی هست که اگه فرصت کنه تفسیر خبر رو ببینه، من از همینجا عذر میخوام که چون این صحبتی میشه راجع به خر، چون از حامیان خر بوده. چون به هر حال گفته باشین مشغول زامن نشین، سر پول و سرات بدهکار همه میتونیم باشیم، ولی بدهکار برژیت باردو شدن خیلی ممکنه عواقب وخیمی داشته باشه. با هم میبینیم یکی از مسئولان در دایره حکومتی هر که هست، در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن، که ما قبول داریم مسئولی که میشینه تو خونهش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منولم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره، حتی وزراش باش به شما اگه اصولم نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت های مسئوله. مسئولین در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردن. من یادم میاد اون مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم، به خاطر اون یه لیوان شیر خری بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم من دادن خوردم. بله خب ببینید، این یکی از این مسئولان گفته که شیر خر خورده، برای به همین دلیل اومده مسئولیت قبول کرده، یعنی کنایه از اینه که باز بی احترامی به خر. مسئولان محترم ما دارن بی احترامی به خر میکنن، خری که حتی منصفانه بی دریغ بخشنده آمده و شیر خودش رو در اختیار این مسئولان گذاشته، مورد توهین هست، این کنایه هست، یعنی من شیر خر خوردم بنابراین از سر نادانی. برحال باز هم میگم پای برژیت باردو وسط کشیده میشه و ما نمیخوایم دیگه درگیر بشیم با برژیت باردو دسته که. و ما اینها هست، این مسئولان ما که شیر خر خوردن با همه بی احترامی که به خر میکنن، با همه محترمی و بی احترامی محترمانه ای که به خر میکنن، واقعا من نمیدونم این روحانی چرا نمیبینه، این ملای به هر حال در دایره حکومتی چرا نمیبینه که این مسئولان چقدر به عمر مردم رسیدگی میکنن. نمونه شو میبینیم در عکسی، گله گله دارن رد میشن مسئولان و کودک نشسته اونجا، خب یه کودکیست در خیابان داره کاسبی میکنه، چه میکنه؟ ببینیم کدوم مسئول شما سراغ دارید که حالا تو این آمریکا مثلا کودک های در خیابون کار نمی کنن مثلا، یا در جاهای دیگه. در فصل تابستون تعطیلی مدرسه قبل از کرونا، این یک سنت قدیمی هست، کودکان در جلو خونه هاشون میشینن، گروهی تشکیل میدن، لیمونادی شکلاتی چیزی میفروشن، بسیار کار زیبا و ظریفی هست. من شخصا ندیدم که بیان مسئولان بیان من دست بکشن به سر کودک نوازش کنن. یه گفته باشیم همه طرف رو باید بگیم. بنابراین این مسئولان به این نازنینی رد میشن، دست میکشن به سر کودک. حالا اینکه در خیابون خوابیده، در میخوابه، کار میکنه، چه میکنه، چه بر سرش میاد، اینا دیگه ما مسئول نیستیم. ما یه قرار کار زندگیمونو ول کنیم بیایم برسیم به این کارهای این بچه ها اینا، پس وظایف الهی جنایی ما چه خواهد شد؟ هر کاری حساب داره، کتاب داره. چطوری ما میتونستیم به خودکفایی برسیم که آمریکا رو به لرزه در بیاریم، به لرزه در بیاریم، مشت محکم بزنیم، کارهای دیگه بکنیم از این قبیل؟ چگونه گونی گونی پول بفرستیم این ور اون ور، مستقلات بخریم لندن، کانادا، همین آمریکا، جاهای دیگه اروپا، اسپانیا، جاهای دیگه؟ چجوری دست به سر شیخ حسن نصرالله بکشیم، به اعضای جوارحشو دست بکشیم و نوازش کنیم و گونی گونی پول در اختیارشون بذاریم، یا بقیه و بقیه و اینها؟ اینه که یه دست مختصری میکشیم سر این کودک، بقیهش هم به ما مربوط نیست، خداوند هست محافظت خواهد.
به امید خدا. و اینه که به خودکفایی میرسیم، چنانچه آمریکا رو گفتیم چی؟ به زانو در میاریم، با هم میبینیم یک نمونه، یک فقره از این به زانو در آوردن ها. به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم، این همه میدونن، مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایران رو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی سرا؟ میدونی سرا؟ آمریکا ما الان خودشفا شدیم. چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. ها؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این جیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر این شما خودکفا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. بله یه خورده گرونی هم هست، مسئله نیست، یه خورده گرونی هم هست. ما خودکفا شدیم دیگه. امیدوارم این کارگزاران و لابی جمهوری اسلامی که از چند ماه پیش فعالتر شدن در همین واشنگتن، هرچه سریعتر اینو با زیرنویس درست حسابی شست رفته در اختیار بایدن و بقیه بذارن که بدونن با کی طرف هستن، هرچند خودشون میدونن با کی طرف هستن، ولی کار از محکم کاری چی؟ ضرر نمی کنه. به قول شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام، بلا نسبت شما رئیس جمهوری حسن روحانی، الان دیگه توپ در زمین آمریکاست. حالا این توپ که در زمین آمریکا هست، اگه آفساید نیست و هرچی نیست و اینه، این بابا و این ترجمه صحبت های این بابا و کسان دیگه مثل ایشون هم این را هم ترجمه کنن، با توپ یه جا بذارن در زمین آمریکا، که حرف بلا نسبت گلاب بروتون این شیخ پرزیدنت رو بلکس هم درست از آب در بیاد. یه صبح بلند میشه بایدن کاخ سفید، چشماشو داره میماله جلو آینه، میبینه از توپی هست اونجا و بساطی هست اطرافشو، همه اینها هست. اینه که حساب کار دستشون میاد، از روز اول باید این کار کرد. گربه رو سابقا در هجله میکشتن، الان دیگه چه بلاهایی بر سر گربه باید در هجله در آورد تا به نتیجه رسید. سخته دیگه، دنیا اینجور شده فعلا. گربه هم بالاخره سرنوشت بدی پیدا کرده، قبلا فقط کشتن بود، الان قبل از کشتن زهرش کش کردن هم هست. همه اینها هست، همه اینها هست. این خودکفایی که اشاره شده، من ببینید این کره‌ای ها اومدن سر ما کلا بذارن، نمیدونستن ما خودکفا شدیم، اومدن گفتن این پولی که هست اونجا نگه داشتیم، به جاش اول گفتن واکسن میدیم، بعد حضرت آقا از آسمان وحی شد که جلو این واکسن ها رو بگیر. روی امام یه کاشانی هم که بی خود نگفت در نماز جمعه یا قبل از نماز جمعه، بعد از نماز جمعه، هرچی که هر جایی که گفت، این آمریکایی ها میخوان این واکسن ها رو بفرستن، ایرانی ها رو بکشن، چون گوینده لا اله الا الله زیاد شده. زمان شاه میگفتن خمینی گفته بود این جلو فرمول به اصطلاح کنترل خانواده این هست که گویندگان لا اله الا الله رو میخوان کمتر بشن. برحال این واکسن ها هم برای همین به گفته آقای کاشانی میفرستن. اول اومده گفتم واکسن که فرمان آمد واکسن، بی واکسن احتمالا خاک تربتی چیزای دیگه هست، دکتر علفی هایی هستن که حکومتی که دیدیم اینا کار رو تموم میکنن. بعدن اومدن سر ما کلا بزن آمبولانس و فلان و اینا میدیم، بیل به کبر ما که نخورده، آمبولانس کره‌ای میخوایم برای چی؟ حالا هی پوزم بدن که کره بهترین کشور بوده و ژاپن در برخورد با کرونا و برچیدن بساط کرونا برای خودشون است. با طبع ما سازگار نیست، طبع انقلابی اسلامی ما اساسا سازگار نیست، نه واکسن کره‌ای نه آمبولانس مهمه برای چی؟ ما به خودکفایی رسیدیم، هر کسی به یه طریقی. گاندی گفت من لباس انگلیسی نمیپوشم، پارچه ساخت انگلیس نمیپوشم، دوک نخریسیشو به کار انداخت. ما هم آمبولانس کره‌ای نمیخوایم، در همین عکس الان ملاحظه میکنی پشت سر منم هست، فرغونو برای چی گذاشتن؟ بیمار رو با فرغون میتونه. این مشت محکمی به دهن کره‌ای‌ها داریم میزنیم، شوخی نیست.
فوقش اگه بیمار اورژانس باید سریعتر برسونه، یه سری آدم قوی‌تر سریعتر هول بدن این قرقونو راش بندازن. این دونده های 100 متر و 200 متر و اینا رو برای کی میخواین؟ ببرن بدون یه مدالم به گردنشون آویزون کنن. داریم ولایت مدار درشون هست ورزشکاران ما، بنابراین این هست. اینا رو توجه کنید، منتظر نمونید که من بیام برای شما در تفسیر خبر روشن کنم. قدر این انقلاب بدونید، این خودکفایی هایی که رسیدیم همه اینها و این مسئولات.